مهدی گورو فعال سیاسی از مالمو سوئد همراه ما هستند. گزارش های زیادی هست از فرار خانواده های مقام های سیاسی با پرواز های اختصاصی به سایر کشورها. خانم گورو، چرا باید کسانی که در واقع مهره های اصلی وضعیت اصلی کشور الان وضعیت بد و اسفناک کشور هستند، نفرات اولی باشند که در واقع در صف فرار از کشوره؟ دقیقا جواب این سوال تو همون دلیلیه که مطرح کردید، یعنی چون مسئولیت داشتن در شرایطی که الان بهش دوچار هستیم، در تمام بحرانهایی که امروز جامعه ایران و کشور ایران باش مواجه هستش، همه این مسئولین درش نقش داشتن. از خرد و کلان، از کمترین مسئولیت تا بیشترین مسئولیت که میبینیم که طبیعتا وقتی میبینن که روز دادرسی نزدیک، روزی که قراره که دادگاه ها برگزار بشه نزدیک، خب شروع میکنن به فرار کردن. مسئله که وجود داره اینه که اتحادیه اروپا هم باید هرچه سریعتر نسبت به این مسئله واکنش نشون بده. الان در دست در واقع بررسی هستش. آلمان و بریتانیا این رو شروع کردن که نخوان دیگه به در واقع پاسپورت های دیپلماتیک که برای مسئولین حکومتی هست دیگه ویزا داده نشه. کانادا هم که از قبل شروع کرده بود. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما میدونیم جمهوری اسلامی و مسئولینش میتونن به مدل های مختلف پاسپورت رو جعل بکنن. این لازم نیستش که خیلی آفیشیال فقط از طریق پاسپورت های دیپلماتیک از کشور خارج بشن. پروازهای خاص میتونن داشته باشن، میتونن جعل پاسپورت و مدارک شناسایی بکنن. به خاطر همین خیلی مهمه که همونطوری که در طی این 40 روز گذشته تونستیم افکار عمومی دنیا رو با خودمون همراه بکنیم، بتونیم بیشتر دولت‌های دنیا رو با خودمون همراه بکنیم که اجازه نده که این افراد فرار کنند ایران، چون باید پاسخ بدن در مقابل کارهایی که کردن. و اینه که فقط خودشون نمیرن، که اینکه خودشون برن باز یکم قابل تحمل بشه، همراه خودشون میلیون‌ها و میلیاردها پول، ارز، سکه و طلا رو از کشور خارج می‌کنن که قطعاً برای آینده ایران اینها خیلی نیاز هست و باید آینده ایران با همین پول ها ساخته بشه. همین خانواده های مقام های سیاسی خانم گورو کسانی بودن که بهره مند بودن از رانت حکومتی در کشور در سالهای گذشته به طور گسترده و وسیع. چرا هیچ همدلی، همراهی، واکنشی در این 40 خورده‌ای روز گذشته از سوی اینها ندیدیم؟ مدل دیکتاتوری جمهوری اسلامی یک مدل بسیار فاسد و رانتیره. جدای از رانت اقتصادی و نفتی که وجود داره، به طور کلی حکومت جمهوری اسلامی یکی از دیکتاتوری‌های خاصه که همه چیزش سراپا از رانت تشکیل شده. یعنی شما می‌بینید که از استاد دانشگاه و هیئت علمی با رانت شده رئیس دانشگاه و هیئت علمی، تا هنرمند و نویسنده و خواننده که همه‌شون از طریق رانت جمهوری اسلامی تونستن به اون جایگاه برسن. کسانی که استعدادشو داشتن، تواناییشو داشتن و لیاقت اون جایگاه رو داشتن، میبینیم که در تمام این 40 روز گذشته و پیش از اون کنار مردم بودن، همراهی با مردم کردن، چون بخشی از مردم هستن. اما جمهوری اسلامی یک حلقه اطراف خودش داره از ورزشکار و هنرمند و نویسنده تا هر کدوم از گروه‌های دیگه، من جمله در واقع بازیگران و سلبریتی ها، که اینها با رانت تونستن به این موقعیت برسن. و در نبود حکومت جمهوری اسلامی، این حکومت رانتیر و فاسد، بسیاری از این افراد که امروز جایگاه های شناخته شده در هر کدوم از این عرصه‌ها دارن، بعد از اینکه کسانی که شایسته هستن میتونن بیان به این عرصه‌ها وارد بشن، هیچ کدومشون دیگه نمیتونن نه کتابی چاپ بکنن، نه کارگردانی باشن، نه ورزشکاری باشن در واقع. در بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما مهدی گورو فعال سیاسی از مالمو سوئد.